مونیخ 25 بهمن 98. تظاهرات علیه حضور جواد ظریف وزیر خارجه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ. روز جمعه 25 بهمن 98 همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ، ایرانیان آزاده و اشرف نشان‌ها از سراسر آلمان در مونیخ دست به تظاهرات زدند و حضور جواد ظریف گماشته دیکتاتوری تروریستی و فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را محکوم کردند و خواستار اخراج ظریف از مونیخ شدند. تظاهر کنندگان تاکید کردند که جواد ظریف در همه تصمیمات تروریستی و جنایتکارانه این رژیم توسط شورای عالی امنیت رژیم از جمله حملات تروریستی در اروپا دست دارد و حرفه او توجیه تروریسم صادراتی رژیم بوده و شخصا به همدستی و تحت امر بودن قاسم سلیمانی سرکرده به هلاکت رسیده نیروی تروریستی قدس اذعان کرده است. ظریف همچنین مسئول اقدامات تروریستی دیپلمات تروریست های سفارتخانه های رژیم در کشورهای مختلف است. اسدالله اسدی دیپلمات تروریست شاغل در سفارت رژیم در اتریش که در آلمان دستگیر شد، بمبگذاری در گردهمایی مقاومت ایران در پاریس را هدایت می‌کرد و شخصاً بمب و مواد انفجاری را به تروریست ها داده بود و به همین جرم اکنون برای محاکمه در بلژیک زندان است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه اعلام کرد ظریف رژیمی را نمایندگی می کند که در جریان قیام آبان ماه حداقل 1500 تن از مردم معترض را قتل عام کرد. رژیمی که فعالترین حامی تروریسم دولتی در جهان و عامل اصلی بحران، جنگ افروزی و بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه می باشد. همنشینی با جنایتکارانی مانند قاسم سلیمانی، بشار اسد، دیکتاتور خونریز سوریه، حسن نصرالله و عماد مغنیه در زمره بالاترین افتخارات ظریف است. توجیه جنایات رژیم و مشارکت در توطئه‌های تروریستی در خارج و فراهم کردن تسهیلات برای آنها از وظایف اصلی وزارت خارجه آخوندهاست. در دو سال گذشته 7 دیپلمات تروریست رژیم از جمله یک سفیر به خاطر دخالت در طرح‌های تروریستی علیه مخالفان از خاک اروپا اخراج شدند. ظریف باید همچون خامنه‌ای و روحانی و دیگر سرکردگان رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت، همچون یواخیم فون ریبنتورپ وزیر خارجه هیتلر در برابر عدالت قرار گیرد. تعظیم در مقابل ملتی که با حمایت میلیونی از خواسته های آزادی خواهانه برادر مسعود، خمینی و رژیم قاسمش را به وحشت انداختند و هرگز از دادن قیمت نهراسیدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار ریسک‌گذاری تمامیت سپاه پاسداران و وزارت بدنام اطلاعات و رژیم توسط دولت‌های اروپایی و اخراج مأموران سرویس‌های مخفی رژیم آخوندی و نیروی تروریستی قدس از کشورهای اروپایی و ارجاع پرونده‌های نقض حقوق بشر توسط رژیم از جمله قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 به شورای امنیت ملل متحد دادگاه جنایی بین‌المللی شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات تاکید کردند کنفرانس امنیتی مونیخ جای تروریست ها نیست و جواد ظریف باید اخراج شود. آنان با تاکید بر اینکه صلح و امنیت جهانی تغییر رژیم در ایران را طلب می کند، خواستار به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت و خواست آنها برای سرنگونی استبداد مذهبی آخوندی شدند.
مشروع گزارش این تظاهرات متعاقباً از سیمای آزادی پخش خواهد شد. گرامی داشت عاشورای مجاهدین در 19 بهمن 1360 و سالگرد پیروزی انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران. تظاهرات در پاریس مقابل پارلمان فرانسه 22 بهمن 1398. همزمان با سالگرد انقلاب ضد سلطنتی در 22 بهمن 1357 روز سه‌شنبه 22 بهمن 98 ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران با برپایی تظاهراتی در مقابل پارلمان فرانسه در پاریس سالگرد انقلاب مردم ایران و همچنین حماسه شهادت اشرف زنان مجاهد خلق و سردار شهید خلق و یارانشان در 19 بهمن 1360 در نبرد با خمینی ضد بشر را گرامی داشتند. در تظاهرات پاریس که به رغم بارش باران و وزش باد شدید برگزار شد، شماری از نمایندگان پارلمان و منتخبان مردم فرانسه از جمله میشل دووکولور، رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک و شمار دیگری از نمایندگان مجلس ملی فرانسه شرکت داشتند. با سلام و با درود به شما یاران و حامیان مقاومت و با درود به قیام کنندگان و کانونهای شورشی در سراسر ایران، به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، به نام اشرف موسی و به نام شهدای مجاهدین در 19 بهمن سال 1360 در 41 سالگرد انقلاب ضد سلطنتی به بنیانگذاران، پیشتازان، راهگشایان و شهیدان آن انقلاب درود می‌فرستیم. 41 سال پیش در چنین روزی رژیم مستبد شاه سرنگون و انقلاب باشکوه مردم ایران به ثمر رسید. تنها یک هفته از 22 بهمن نگذشته بود که خمینی سرکوب آزادی‌ها را با تهاجم علیه زنان از یک سو و علیه گروه‌های سیاسی و انقلابی به خصوص مجاهدین از سوی دیگر شروع کرد. به این ترتیب از فردای 22 بهمن 57 رویارویی دو اردو در برابر هم شروع شد. اردوی ارتجاع و مستبد حاکم و ضد آزادی و اردوی آزادی که سازمان مجاهدین خلق در رأس آن قرار داشت. راستی که چه کار پرهزینه و طاقت فرسایی بود. آری، مجاهدین همیشه آماده بود و هستند که بهای حرفها و تعهدات خود را به هر میزان که باشد بپردازند. 19 بهمن سال 60 نیز یکی از همین فرازهای پرداخت بها بود و آن روز مردم به چشم دیدن که مجاهدین تا کجا پای حرفها و عهدهای خود و پیمانهای خود
استوار ایستادند و تا کجا در جنگ تمام عیارشان با این هیولای آدمخوار استوارند. خون اشرف و موسی با تمام جوششش وفای عهد مجاهدین را مهر کرد و برای همیشه در قلب و ضمیر تاریخی مردم ایران به ثبت رساند. روز 19 بهمن سردار خیابانی در کنار اشرف شهیدان و با 18 مجاهد خلق از جمله برادرم خسرو رحیمی که در زمره فرماندهان واحدهای حفاظت سازمان و در شمار مجاهدین پاکبازی بود که در رکاب اشرف و موسی به شهادت رسیدند. وقتی که جنبش این چنین با سر می جنگد که سردارانش را عاشوراگونه تقدیم می کند، معنایش این است که این جنبش هرگز افول نخواهد کرد. سلام بر شهیدان از بهمن 57 تا بهمن 60، از بهمن 60 تا همین امروز. درود بر رجوی، سلام بر آزادی. Chers amis, je voudrais d'abord vous dire mon émotion d'être auprès de vous cet après-midi. Parce que derrière vos visages, derrière les portraits que vous portez, derrière vos drapeaux, derrière vos regards, je vois les milliers de morts, des milliers de sacrifiés en Iran sous le régime dictatorial des Mollahs. Je vois tous ceux, toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie, qui donnent de leur vie pour qu'enfin, ce grand État qu'est l'Iran puisse retrouver ce qui doit être sa vocation profonde, c'est-à-dire la démocratie. Mon émotion, mais aussi ma fierté de parlementaire français, d'être à côté de beaucoup d'autres depuis plusieurs mandats dans cette Assemblée nationale, à votre côté. Et quand je dis que je suis membre du Conseil parlementaire qui accompagne le Conseil national de la résistance iranienne, parce que pour moi, ça fait partie de ma dignité de parlementaire, d'accompagner le combat qui est le vôtre. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est ma détermination et la détermination de très nombreux parlementaires français pour vous accompagner en conscience. Ce qui fait mon adhésion, c'est bien sûr la lutte que vous conduisez, c'est bien sûr la dimension humanitaire, mais plus que ça, c'est le programme que vous portez pour que l'Iran puisse devenir démocratique, un programme qui s'appuie sur des valeurs qui sont des valeurs fortes, le respect de la laïcité, le respect des femmes, tout ce que vous portez pour un pouvoir démocratique. Et c'est ça qui fait que l'engagement, c'est un engagement de cœur, certes, mais c'est aussi un engagement de raison. C'est un engagement pour moi politique, au sens noble du mot, et que je souhaite continue avec détermination, parce que je crois que pour vous, la victoire est proche, encore faut-il que cette victoire elle puisse être provoquée. Et nous sommes là pour vous aider dans ce combat qui est le vôtre et qui est aussi le nôtre. Nous sommes ici pour que le soleil, pas simplement évidemment pour que le soleil du ciel brille,
mais pour que la lumière, demain et au plus vite, soit en Iran. Pour qu'après 41 ans d'une révolution qui est déjà derrière nous, on puisse entamer une autre révolution. La révolution qui verrait le triomphe des idées démocratiques, de l'égalité entre les femmes et les hommes, le triomphe de cet Iran du peuple qui attend sa libération, cette jeunesse qui a soif de liberté, qui a soif de connaissance, cette population qui attend aussi le développement économique. C'est la raison pour laquelle il faut continuer la lutte contre le pouvoir, continuer ce qui a été enclenché depuis plus de 2 ans maintenant. L'Iran doit continuer, bien sûr, à jouer un rôle essentiel dans cette région, mais un rôle qui soit un rôle essentiel pour la paix, pour la stabilité du Proche et du Moyen-Orient, et non pas pour sa destruction, et non pas pour le chaos. Alors, en tant que vice-président du CPID, du Comité parlementaire pour un Iran démocratique, j'apporte mon entier soutien à toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui luttent contre le pouvoir, essaient d'instaurer une démocratie crédible et veulent, oui, travailler au bonheur du peuple d'Iran, ce grand peuple dont l'histoire est millénaire, plurimillénaire, ce grand peuple qui doit voir son rôle conforté et reconnu. Alors, vive la démocratie, vive le peuple iranien, vive l'Iran. Et un Iran libre. Merci, merci. Démocratie, liberté, avec Mariam Rajavi. Démocratie, liberté, avec Mariam Rajavi. Je suis fondamentalement attaché. Et je dois dire que ce 11 février est particulièrement important puisque c'est non seulement le 11 février 79, mais c'est aussi le 11 février 1990 qui a été la libération de Nelson Mandela, qui a été libéré. Et je crois qu'il a été libéré après un grand passage en prison, mais aussi une grande ténacité. Et vous faites preuve de cette ténacité parce que la liberté, contrairement à ce qu'on pense, un peuple, une âme ne peut pas vivre sans liberté. La liberté est à l'âme ce que l'air est au poumon. À partir de la liberté, tout est possible. En tous les cas, je vous souhaite le possible, c'est-à-dire la libération, la démocratie dans votre grand pays qui est l'Iran, qui est un grand pays, je l'avais déjà signalé lors d'une... Bien, bonjour à tous, je suis heureux de vous saluer ici sur cette esplanade des Invalides en ce jour anniversaire de la fin de la monarchie en Iran. Et il est évident qu'avec les événements que nous connaissons aujourd'hui, nous espérons évidemment que demain, l'Iran, qui est un grand peuple, pourra retrouver la voie de la démocratie et pour que vous puissiez vivre en harmonie et en toute liberté. J'ai une pensée évidemment pour tous ceux qui ont été emprisonnés, ceux qui ont été tués ces dernières années, parce que vous avez connu des situations très très délicates, très difficiles. Et moi j'ai beaucoup de sympathie pour ce peuple iranien, avec une jeunesse qui mérite évidemment qu'elle puisse s'épanouir dans le monde d'aujourd'hui. Donc je tenais à vous saluer ici à Paris aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. C'est une date symbolique de la chute d'une dictature. Finalement, depuis l'origine des temps, dans l'histoire de l'humanité, il y a une lutte incessante entre le peuple et la dictature. Finalement, le peuple gagne toujours. C'est une question de temps. Mais la victoire appartient toujours au peuple. Aucune dictature, quelle que soit sa cruauté, quels que soient ses moyens, ne parvient à s'établir durablement. Les manifestations, la violence de l'insurrection
dans beaucoup de villes iraniennes démontrent que le peuple iranien ne peut plus accepter, ne peut plus supporter la violence, le mensonge, le chantage, la barbarie de cette dictature. C'est pourquoi nous devons intensifier notre lutte. Nous devions être de plus en plus nombreux, de plus en plus déterminés, de plus en plus, certains, avec cette conviction profonde qui nous anime, que nous vaincrons avec le peuple iranien pour abattre cette dictature. La victoire est proche, la victoire est proche grâce à nous, la victoire est proche avec nous, la victoire est proche pour le peuple iranien. Merci. پیر برتی رئیس حقوق بشر نوین فرانسه در سخنرانی خود گفت ما می دانیم که این رژیم همیشه رژیمی قاتل و شکنجهگر بوده است. امروز سالگرد سرنگونی سلطنت است. سلطنتی که خونخوار بود. اما همیشه یک درخشش امید وجود دارد. ما سالهاست که آن را دیده ایم. تظاهرات استمرار پیدا می کنند و رژیم با سرکوب نمیتواند آن را متوقف کند. برای ادامه این تظاهرات برای شما آرزوی موفقیت دارم. سخنران دیگر تظاهرات پاریس، صادق ابروس، عضو شورای شهر سرژی، مرکز استان والدواز بود که ضمن اعلام همبستگی با تظاهر کنندگان بر حمایت خود از رزمندگان مجاهد ساکن اشرف سه تأکید کرد. صادق ابروس گفت Voilà plusieurs années que j'adhère à votre engagement à la révolution de l'OMPI. سالهای زیادی است که من به تعهد شما برای دیدن پیروزی انقلاب مجاهدین خلق پایبند هستم. پیروزی نزدیک است. من اخیراً با دوستانمان از اشرف سه دیدار داشتم. من این شهرک زیبا را دیدم و یقین کردم که پیروزی نزدیک است. ما تا آخر با شما هستیم و همواره در کنار شما خواهیم بود. دوستان عزیز، حرف یکی است. گرچه بهمن ماه 57 نقطه پایانی بر حکومت جبار وابسته پهلوی و دفن تاریخی و همیشگی سلطنت در ایران بوده، اما شوربختانه بر فراز آن خرابه ها و ویرانه های آن حکومت از اعماق سیاه تاریخ ایران و از دل همون حکومت نظامی برخاست که هزار بار بدتر از اون جنایتکارتر، وطن فروشتر، نظام منحوس ولایت فقیه خمینی. به هر حال این خمینی قاصب انقلاب، قاصب رهبری انقلاب، با حمایت و استعانت از غرب و امدادهای غربی و استعمار به هر حال بر اریکه قدرت نشست. اما سرفرازیم که در مقابلش مقاومت قهرمانانه ایران به رهبری مسعود رجوی و سازمان مجاهدین خلق مردم ایران رو به سمت این مبارزه همچنان رهنمون ساختن. اما از همه اینها مهمتر این چیزی که این روزها شاهدش هستیم این است که رژیم دیوانوار تمام سگهای زنجیری خودش رو رها کرده و با تمام قوا علیه سازمان مجاهدین و به طور خاص علیه آن نور پاک برآمده از دل آمال و آرزوهای مردم ایران یعنی مسعود رجوی تمام طرح‌های تروریستیش رو به کار گرفته و تلاش میکنه و مزدورانش رو بسیج کرده که این مقاومت رو و این رهبری این مقاومت رو مخدوش و ملکوک بکنه. اما این خودفروخته ها و این مزدوران پیشانی سیاه سرتراشیده ترفی نخواهند بست.
برای اینکه در مقابلش مردم ایران قهرمانان شورشی ایستادند و اونها درس خوبی در طی این قیام اخیر به خمینی دادند. اما یک نقل قولی هم بکنیم از موسی سردار بزرگ خلق، اونجا که در مورد مسعود گفت که در جریان کاندیدای انتخابات مجاهدین پیشاپیش مسعود گفته بود که آینده هیچ وقت از آن تسلیم طلبان نیست، آینده از آن مردم ایران است. و موسی گفت انقلاب مال شماست، انقلاب مال کسانی است که آن را به دوش کشیدند، آینده از آن شماست و این نکته یقین داشته باشید، آینده مال انقلابیون است، نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد، پیروز باشید. تو حال من که دانی که خود نباشی چون من، به مهر مردم به ادامه خبرها از سیمای آزادی توجه فرمایید. جمعه بازارهای رژیم ورشکسته ولایت فقیه صحنه جنگ گرگ‌ها بر سر نمایش انتخاباتی رسوا و تحریم شده رژیم بود. حساس‌تر، خطرناک‌تر، موقعیت خطیرتر. ما این همه تشمجالس 10 دوره مجلس رو پشت سر گذاشتیم، اما هیچ کدام به مورد مجلس 11 خطرناک نبود و به اندازه مجلس 11 هم مؤثر نیست. این مجلس خیلی خطیرتر از مجالس دیگه است. اینا که زاویه با رهبری دارن ولو هر اندازه کم، رهبری رو به تمام معنا قبول ندارن، ولایت رو به تمام معنا قبول ندارن، شخص رهبر رو به تمام معنا قبول ندارن، زاویه با رهبری دارن، اینا انقلابی نیستن. دوم، کسانی که اینها غربگران، چشمشون به دروازه اروپاست، یه زنی از اروپا میاد خانم مگرینی، هی برن باش عکس بگیرن. اینا که از ولایت فقیه تبعیت گزینشی دارن، تبعیت ادایی دارن، شعار پیروی از ولایت فقیه رو سر میدن، اما در مقابل فرمان ولی فقیه خاضع نیستن. اونی که فکر میکنه رزق این مملکت به دست امریکاست و باید تحریم رو بردارد، این رو به مجلس نفرستید. با همه دو قطبی هایی که بعضی از دلدادگان به غرب ناراضی های از اسلام و حکومت ولایی سعی کردن جامعه رو دو قطبی بکنن، در انتخابات، در فتنه ها مردم رو مقابل همدیگر قرار بدن و رهبری عزیز ما با توجیه، با استدلال و تبیین از شما خواستن پای صندوق های رأی بیایید. یک مجلسی در تراز خون شهید سلیمانی، نمایندگانی که هم امین باشند، امانتدار انقلاب باشند، با چشم و ابروی بیگانگان توافقنامه‌های اونچنانی رو امضا نکنند، در رأی دادن به کابینه به وزرای پرونده‌دار رأی ندهند. پاسدار محمد جعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی ضد خاتم الانبیا، درباره وحشت قاسم سلیمانی از پیشروی مجاهدین تا دروازه‌های کرمانشاه در عملیات کبیر فروغ جاویدان چنین گفت: که حالا روز بعدش هم
زنگ زد آقای محسن رضایی که بیای تو. رفتیم دوباره با حاج قاسم توی قرارگاه، گفتن که بچه ها رو وردارید بیاید سرای اسلام آباد. چی شده؟ گفتن منافقین آمدن و دارن میرسن به کرمانشاه. یعنی چه؟ این همه را آمدن؟ گفتن بس نکنید، سریع حرکت کنید. دیگه با یه هلیکوپتر شنوک حرکت کردیم، با یه 214 و یه شنوک رفتیم اونجا. و اونجا من و حاج قاسم به عنوان دو تا نیروی اطلاعاتی رفتیم برای شناسایی. خوب اونجا روی تپه یه تیربار گذاشته بودن، هر کسی تکون میخورد میزدن. حاج قاسم بذار بچه اطلاعات بفرستیم جلو. گفت نه خودمون بریم ببینیم. ایشون بالای 70% جانبازی داشت، چند بار مجروح شده بود. شب جمعه مواضع سپاه پاسداران و نظامیان اسد در جنوب دمشق هدف حملات موشکی قرار گرفت و تعدادی پاسدار کشته شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد ساعاتی پس از رسیدن محموله سلاح از ایران، یک زاغه مهمات در نزدیکی فرودگاه دمشق و مواضع تیپ 91 از لشکر یکم رژیم اسد در جنوب دمشق هدف حملات موشکی قرار گرفتند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرد در حمله موشکی در نزدیکی دمشق 7 تن کشته شدند که 4 تن از آنها پاسدار بودند. یک کشتی حامل سلاح‌های رژیم آخوندی توسط نیروهای آمریکا در دریای عرب توقیف شد. فرماندهی نیروهای مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد این سلاح‌ها شامل 150 موشک ضد تانک و 3 موشک زمین به هوا است. این سلاح‌ها نظیر تسلیحات پیشرفته‌ای هستند که پیشتر توسط ناو جنگی USS فارس شرمن در ماه نوامبر سال گذشته در دریای عرب کشف و ضبط شده بود. اطلاعی سنتکام می افزاید این سلاح ها از ایران برای شبه نظامیان حوثی ارسال می شود. اقدامی که نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که عرضه و فروش مستقیم یا غیر مستقیم سلاح به شبه نظامیان حوثی را ممنوع می کند. چندین بانک ایتالیایی به تحریم‌های آمریکا علیه رژیم آخوندی پیوستند. شعبه ایتالیایی بانک ING دایرکت، اینستا سان پائولو و فاین کمپانی و کاریجه بانک در ایتالیا از جمله این بانک‌ها هستند. مقام‌های بانک‌های ایتالیا می‌گویند مسدود کردن حساب‌های مربوط به ایران به دستور بانک مرکزی ایتالیا صورت گرفته است. این بانک‌ها از ترس تحریم‌های آمریکا مراودات خود با رژیم آخوندی را مسدود کردند. چندین بانک اروپایی تاکنون به خاطر نقض تحریم‌های رژیم آخوندی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا جریمه شدند. از جمله بانک هلند یک جریمه 619 میلیون دلاری در سال 2012 پرداخته است. خبر قیام کنندگان عراقی در بغداد، المثنا، زیقار، بابل، میسان و بصره سلسله تظاهراتی با پیشتازی دانشجویان برپا کردند. تظاهر کنندگان خواستار پایان حکومت دست نشانده ولایت فقیه در عراق شدند. نتحرر من ضمير.
ميران وطنك رادك دق اعلان نسحق الخط ميران دمك ينزف افهم وعرف طرف الثالث بين وين دمك ينزف افهم وعرف طرف الثالث بين وين دمك ينزف افهم وعرف طرف الثالث بين وين حالك يا نجم ما بيت غير العافية والله حالك يا نجم ما بيت غير العافية والله حالك يا نجم ما بيت غير العافية والله حالك يا نجم ما بيت غير العافية ضرب واحد وقع بالجا وقع بالجا وقع واحد وقع واحد شباب وقع واحد دير بالك تعال شباب برأسك برأسك معك فرق مسيرة بحبه يا رب کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر عراق در بیانیه شماره 194 خود شرکت فعال زنان عراقی در تظاهرات بزرگ روز پنج شنبه بغداد و سایر شهرها را ارج نهاد و نوشت این تظاهرات پیام روشنی به وابستگان به رژیم ایران بود که در کمین انقلاب نشستند. امروز عراق با تمامی اقشار و اجزای تشکیل دهنده خود از زنان و مردان همگی در صفی واحد و متحد رو در روی دم و دنبالچه های رژیم ایران ایستادند. همان کسانی که دستاوردهای عراق را سرقت و ثروتهای آن را چپاول می کنند و آن را از جیب مردم عراق در اختیار رژیم ایران قرار می دهند. به راستی خروش زنان آزادی عراق در عشق به وطن و خواسته هایشان برای بازپسگیری میهن از چنگال های رژیم سهمیه‌ای وفادار به رژیم ایران بسیار رسا بود. رژیم حاکم بر عراق رژیمی است که توسط احزاب سیاسی فاسد و شبه نظامیان جنایتکار تحت فرمان ولی فقیه در تهران هدایت و رهبری می شوند. خبرگزاری فرانسه از بغداد گزارش داد زنان عراقی روز پنجشنبه با سرپیچی از فرمان آخوند مقتدا صدر برای جداسازی جنسیتی تظاهرات مرکز بغداد را پر کردند. آنان همدوش مردانی که علیه حکومت قیام کردند تظاهرات کردند. مردان دست در دست هم در میدان تحریر حلقه ای دور زنان تظاهر کننده برای حفاظت ایجاد کرده بودند. میدان تحریر تحت سلطه جوانان است. تظاهر کنندگان مقامهای عراقی را به عنوان فاسد، بی ارزه و وابسته به رژیم ایران زیر ضرب بردند. یکی از زنان تظاهر کننده گفت آنها می خواهند کشور ما مدل دوم رژیم ایران باشد. آنها شعار می دادند انقلاب نام من است، سکوت شرم‌آور است. سازمان ملل متحد اعلام کرد بیش از 800 هزار شهروند سوری که اکثراً زن و کودک هستند بر اثر حملات رژیم اسد و حامیانش آواره شدند.
دیوید سوانسون، سخنگوی منطقه‌ای سازمان ملل در امور سوریه، به خبرگزاری رویترز گفت هزاران تن دیگر با وجود سرمای شدید مجبور به فرار از خانه‌هایشان شدند. آنها پیاده یا در کامیون‌های روباز به سمت مرزهای ترکیه می‌روند. مقام‌های سازمان ملل متحد نسبت به فاجعه انسانی هشدار می‌دهند و می‌گویند کسانی که از ادلب و حومه حلب فرار می‌کنند به 400 هزار آواره‌ای می‌پیوندند که پیشتر به مرزهای ترکیه پناه برده بودند. خبرها را ادامه می‌دهیم. یک پرونده 5 میلیارد دلاری پولشویی برای رژیم آخوندی از طریق بانک‌های بحرین برملا شد. دادستان بحرین اعلام کرد پرونده چندین نفر را که مشغول پولشویی برای رژیم ایران به منظور تأمین مالی تروریسم از طریق یکی از بزرگترین بانک‌های بحرین به نام بانک فیوچر بودند، به دادگاه ارائه کرده است. این بانک هزاران فقره مبادلات مالی را با لاپوشانی برای شرکت‌های رژیم ایران انجام داده است. این بانک توانسته انجام مبادلات مالی به ارزش 5 میلیارد دلار را بدون ثبت مخفی نگه دارد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شرکت هواوی چین تکنولوژی رادیویی و شناسایی معترضان را در اختیار سازمان‌ها و نهادهای امنیتی رژیم ایران قرار داده است. از این تکنولوژی برای کنترل معترضان در جریان تظاهرات ضد حکومتی سال 88 در تهران استفاده شده. در کیفرخواست جدید دادگستری آمریکا که روز 24 بهمن ماه علنی شده، همچنین اقداماتی را که این شرکت چینی برای پنهان کردن معاملات تجاری خود با رژیم ایران و کره شمالی انجام داده برملا شده است. منگ وان جو، مدیر ارشد هواوی و دختر بنیانگذار این شرکت، در مورد رابطه هواوی با شرکت تابع آن که در ایران مستقر است به بانک ها توضیحات غیر واقعی ارائه می داده. وی در ونکوور کانادا دستگیر شده و هنوز به آمریکا مسترد نشده است. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه اعلام کرد گزارش اخیر سازمان ملل متحد تأییدی است بر این حقیقت که رژیم ایران پشت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی بوده است. در قسمتی از این بیانیه که روز 24 بهمن صادر شده آمده است، گزارش هیئت کارشناسان سازمان ملل در امور یمن این حقیقت را تأیید می‌کند که شبه نظامیان حوثی قادر نیستند دست به چنین حمله‌ای بزنند. این گزارش نتیجه گیری آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلستان را که رژیم ایران را مسئول این حمله اعلام کرده بودند مورد تایید قرار می‌دهد. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد تصریح کرد رژیم ایران همچنان به برنامه تروریستی و اتمی و رفتار بی‌ثبات کننده خود ادامه می‌دهد. واشنگتن تایمز طی مقاله‌ای با عنوان زمان آن فرا رسیده که کابوس حکومت بیرحم استبدادی ایران به اتمام برسد نوشت رژیم آدمکش ایران میبایست به زباله‌دان تاریخ سپرده شود. به بخشی از این مقاله توجه کنید. در سال 1979 دانشجویان ایرانی در خیابان‌های واشنگتن در حالی که آمریکایی‌های هوادار به آنها می‌پیوستند دست به تظاهرات زدند. آنها علیه دیکتاتوری در کشورشان شعار می‌دادند و فریاد می‌زدند مرگ بر شاه. به زودی پس از اینکه کارتر متحد دیرینه خود را رها کرد و خمینی از پاریس به ایران بازگشت، او از آن هنگام یک دوران تاریک را در تاریخ ایران حاکم کرد. برخی سیاستمداران غرب تلاش می‌کنند به خودشان بقبولانند که حکومت مذهبی دیوانه در ایران نماینده مردم این کشور است، اما قادر به تبدیل این امر به واقعیت نیستند. رژیم ایران یک حکومت مستبد قرون وسطایی است که فقط با بکارگیری سرکوب بیرحمانه و وحشیانه غیرقابل تصور
توانسته در قدرت باقی بماند. رژیم ایران بیش از هر کشوری در دنیا به نسبت جمعیتش اعدام می کند. جمع کل کسانی که در ایران هر سال اعدام می شوند بیش از هر کشور دیگری در دنیاست، به جز چین که دارای جمعیتی 17 برابر ایران است. حکم اعدام برای جرائم غیر خشونت آمیز نیز صادر می شود. طبق قوانین کیفری رژیم ایران، دختران 9 ساله و پسران 15 ساله را نیز می توان اعدام کرد. این چهره واقعی رژیم تهران است. این رژیمی است که مردم شجاع ایران علیه آن می جنگند. ما به اندازه کافی چشمهای خودمان را روی این واقعیت‌ها بسته ایم. زمان آن فرا رسیده است که در کنار مردم ایران بایستیم و روی تغییر رژیم تاثیرگذار باشیم. این یک استدلال برای شروع جنگ یا افزایش تنش‌ها نیست، بلکه یک استدلال برای پیشبرد سیاستی است که آخوندها و دشخیمان آن را به زباله‌دان تاریخ بفرستد. تحریم‌های آمریکا که مجدداً توسط ترامپ به صورت مؤثر اعمال شده‌اند، اقتصاد ایران را خرد کرده است و بدین وسیله ماشین ترور آخوندها را ورشکسته کرده و موجب اعتراضات داخلی شده است. تأثیرات موجوار آن تا بیروت نیز گسترش یافته است، تا جایی که حزب الله که دیگر به وسیله پول‌های نقد رژیم ایران جیب‌هایش پر نمی‌شود، مجبور است برای حیات خودش مبارزه کند. واشنگتن تایمز در پایان خواستار افزایش فشار و تشدید تحریم‌ها بر رژیم آخوندی شد. آخرین خبر این ساعت. شمار قربانیان ویروس کرونا در چین به بیش از 1480 تن رسید. بیش از 5000 مورد جدید ابتلا به کرونا نیز گزارش شده است. تعداد کل بیماران مبتلا به کرونا در چین به 63851 تن رسیده است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، در یک کشتی تفریحی که در سواحل ژاپن پهلو گرفته است، 44 مورد تازه ابتلا به بیماری کرونا گزارش شده است. روز پنجشنبه ژاپن اولین مرگ یک شهروند خود را در اثر ابتلا به ویروس کرونا اعلام کرد. زنی 80 ساله که هیچ رابطه مشخصی با اتباع چینی و استان هوبی چین مرکز سرایت این بیماری نداشته است. تا کنون 2 نفر در فیلیپین و 1 نفر در هنگ کنگ بر اثر ابتلا به کرونا فوت کردند. استرالیا ممنوعیت ورود افراد از چین را برای 1 هفته دیگر به کشور خود تمدید کرده است. هنگ کنگ مهمترین رویداد ورزشی خود راگبی 7 را به تأخیر خواهد انداخت. در ویتنام که با چین مرز مشترک دارد، هزاران نفر از روستایان هومه هانوی پایتخت در پی تشخیص چند مورد ابتلا به ویروس در قرنطینه قرار گرفتند. ویتنام تا کنون 16 مورد ابتلا به این ویروس را گزارش کرده است.